اسلام حراسی عبارتی است که در اروپا و آمریکا جنجال زیاد آفریده. عده‌ای میگویند منشأ اسلام حراسی را باید در تعصب علیه مسلمانان جست، ولی عده‌ای دیگر اسلام حراسی را چماقی می‌دانند که برای سرکوب هر نوع انتقاد از آموزه‌های اسلامی به کار می‌روند. اسلام حراسی چیست؟ سلام. در دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه آکسفورد، کاربرد اسلام حراسی در موقعیت‌های مختلف مسئله ساز خوانده شده، چرا که این عبارت در عین اشاره به موارد تعصب و تبعیض علیه مسلمانان می‌تواند در موقعیت‌های دیگر به سرکوب آزادی بیان و مسدود کردن گفتگوی انتقادی با مسلمانان در مورد دین آنها بیانجامد. بی‌دلیل نیست که تقریباً در تمام احزاب حاکم یا شریک قدرت در اروپا و آمریکا چند سالی است که این بحث بالا گرفته، چرا که این احزاب در عین تلاش برای پرهیز از جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان می‌کوشند خود را مدافع آزادی بیان از جمله بیان انتقادی نسبت به اعتقادات مسلمانان نشان دهند. اما این موضوع برای کسانی که در ایران و افغانستان و کشورهای مشابه نگاه انتقادی به احکام اسلامی دارند بیش از یک مشغله صرف است. از نظر آنها اسلام حراسی یعنی حراس از آنچه که در چندین دهه اخیر بر زیست عمومی و خصوصی آنها حاکم شده. آیا اگر آنان بگویند اسلام حراس هستند، بیان دقیقی برای حراس خود یافتند؟ این موضوعی است که با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی، میگوید بی دلیل نیست که در اروپا و آمریکا اسلام حراسی را منع میکنند و آن را خطرناک میپندارند. اما آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه، میگوید اسلام حراسی خطرناک و گمراه کننده نیست، چرا که به معنی مسلمان حراسی نیست. خیلی خوش آمدید آقای محمدپور. به ما بگید که آیا اسلام حراس ها تجربه زیسته ای ندارند، به خصوص در جاهایی چون ایران، که بهش استناد کنند و بگن بر اساس این تجربه ما حراس داریم؟ اولین نکته که باید گفت اینه که باید تفکیک قائل بشیم بین اسلام و مسلمان ها، چون اسلام یه معنا و مفهوم مجرد ذهنیه، درسته که تاریخ داره، ولی چون خیلی انتزاعی است، این اسلامی که دربارش حرف میزنیم در واقع حاملی دارد و عاملی دارد. عاملیت های مسلمان های مختلف رو در طول تاریخ و در دورهای مختلف باید در نظر گرفت و اون کسانی هستند و اون عاملان و حاملان هستند که به این اسلام موضوعیت مادی و خیلی بدنمند و انضمامی میدن. در نتیجه باید بین این تفاوت قائل شد. یعنی وقتی شما میگید اسلام حراسی، اون اسلام وجود نداره الا در وجود یه عده آدمی که مسلمان هستن، به این شیوه خاص به این اسلام جامعه عمل میپوشانند و این اسلام براشون حراسناکه و طبیعیه. شما موقعی که یه مسلمانی داشته باشی که فهمش از مسلمانی اینه که باید اسلام خشونت بورزه، باید تو زمان خودش زندگی نکنه، باید چه میدونم حقوق برابر برای انسان‌ها قائل نباشه، خب حراسیدنیه. می‌دونید به خاطری که این ربطی ولی به اسلام نداره، به من و شما ربط داره، به انسانی که در واقع این رو در عمل پیاده میکنه مرتبط میشه و اینم اتفاقا هیچ دخلی به مسلمانی نداره، به اسلام هم نداره. درباره هر تفکری، درباره هر باوری کاملا قابل تعمیمه. یعنی شما میتونید این سخن رو درباره نازیسم بگید، درباره نئونازیسم بگید، درباره این برتری جویان سفیدپوست در آمریکا بگید، درباره ضد یهودیت بگید. شما تا زمانی که میتونید از لحاظ معرفتی یه تفکری رو نقد کنید، خب معلومه میکنه، خیلی کسا میکنن در داخل مسیحیت، یهودیت، اسلام، بیدینی. فکر نمی کنید اسلام حراسا یا بخشیشون از نظر معرفتی میان نقد میکنن آموزه های اسلامی رو؟ چون این چیزی نیست؟ ببین اول باید پرسید که ما چیزی اصلا به معنی اسلام حراس داریم. اونایی که میگن اسلام حراس از کی میترسن؟ خب اسلام که دست و پا نداره که، یه چیزی به اسم اسلام تو خیابون که راه نمیره، حرف نمیزنه، لباس نمیپوشه. یه عده مسلمان هستن که یه جور خاصی رفتار میکنن. پس وقتی شما میگویید اسلام حراسا، یعنی از انسانهای حرف میزنید که از یه عده خاصی انسان که یه سری افکاری دارن میهراسن و به حق هم میهراسن. مثل این مونه که من از یه آدم آدمکش میترسم، از یه آدم قانون شکن میترسم. حالا کار نداریم ترسیدن یا نترسیدن، مسئله جداییه، باش مخالفم.
من میگم آقا شما حق ندارید در جامعه جنایت کنید، شما حق ندارید حقوق برابر انسان‌ها رو نقض کنید، شما حق ندارید موقعی که در قرن 21 زندگی میکنید فرق نمیکنه مسلمان باشی یا بیدین باشی هر چی باشی با موازین 500 سال پیش زندگی کنید. آیا منظور شما اینه که اسلام حراسی خواه ناخواه به مسلمان حراسی می انجامه؟ می تواند در موارد قوی به مسلمان حراسی بی انجامد به خاطر زمینه سیاسیش، ولی ضرورتاً چنین نیست. ضرورتاً چنین، آخه بخاطر اینکه من فکر نمی کنم چیزی به اسلام، اصلا موضوع نباید اسلام حراسی باشه. موضوع ما این است که آیا شما می توانید به عنوان یه صاحب اندیشه مسلمان یا غیر مسلمان باورهای یه عده آدمی که خودشون رو مسلمان میدونن، حالا این آدم ها ممکنه آدم عادی باشن، ممکنه فقیه باشه، ممکنه فیلسوف باشه، نقد کنی بگی پدر من شما این حرفی که زدی مبنای عقلی نداره، معلومه میتونی اصلا کاملا اصلا حق انسانی، حق انسانی، حق عقلی شماست که بگی آقای فلان فقیه که گفته که در زن و مرد حقوقش برابر نیست حرف چرندی داره میگه بنا به این دلایلی که من دارم میگم. منتها اون صحبت حالا من کار ندارم، اون صورت بندی رو من باهاش اشکال دارم. یه کسی میاد میگه آقا این بابایی که میگه که شما حق ندارید بگید حقوق زن و مرد برادر، این فردا برای من حکم ارتداد اعلام میکنه، میاد میگه دستور قتل من رو صادر میکنه. درست میگه، برای کشوری که قانونش این اجازه رو میده، اون قانون رفتی به دیگه خدا و پیغمبر و دین و اسلام و یهودیت مسیحیت نداره، اون چیزی که انسان‌ها ساختند و انسان‌ها به شکل دادند و وظیفه ما این رو بگیریم عوضش کنیم. قانون در ایران ربطی به اسلام نداره در حال حاضر؟ قانون در ایران برآمده از استنباط و تفسیر یه بخش خاصی از جامعه است که میگه که آقا این کاری که من دارم میکنم این اسلامه. به قول خودشون اسلام ناب محمدی است که خب نظرشه دیگه، ولی خب خیلی ها باش مخالفن. بله. از جمله کسانی که همین الان در جمهوری اسلامی. پس شما در عین اینکه اعتقاد داری اسلام حراسی خطرناکه و با دلایل موجه من میشه در جاهایی چون اروپا، در آمریکا، معتقد به حدی از ابهام در این لفظ هستی که مایه سوء تفاهم میشه. بگم من هم مبهمه هم به شدت بار سیاسی داره. بله، در مورد بار سیاسیش صحبت خواهیم کرد. شما معتقدی آقای جودکی که اسلام حراسی یک حقه؟ اگر یه دیدگاه افراطی مینامنش، با این حال باید راجبش صحبت بشه، تبلیغ بشه، نباید غیرقانونی بشه، نباید منع بشه، حتی اگر یک دیدگاه خیلی رادیکاله. ولی از نظر کسانی چون آقای محمدپور، این فقط رادیکال بودن اسلام حراسی نیست، بلکه این ایجاد نفرت علیه مسلمان ها هست که باعث میشه منع بشه. اجازه بدین، اسلام حراسی یه حقه اگه وظیفه نباشه، ولی قالب بن شیخ تئولوژین فرانسوی که خودش مسلمونه میگه که اسلام حراسی، حراس از اسلام کمترین واکنشیه که ما میتونیم نسبت به اسلام داشته باشیم، و اون بین اسلام حراسی و میز اسلامی یعنی مسلمان آزاری فرق میذاره و اینجا خیلی مهمه. ولی خودش مسلمانه و بله میگه اسلام حراسی کمترین. بله 100%. پسر رکتور مسجد، اولین رکتور مسجد پاریس بوده. بله. اما مسئله این که پسر امام مسجد پاریس، بله، اولین رکتور، این رئیس مسجد. بله. ببینید، اگه برگردم از حرفای آقای محمدپور رو بگیرم، اسلام رو جدا میکنن از مسلمان ها. نمیدونم چنین چیزی امکان هست، برای اینکه ما نمیتونیم یه پدیده رو از چگونگی نمودش جدا بکنیم. شما نمیتونید بگین این که داره میگه من مسلمانم این کار رو میکنه، این برای خودش، شما باید ببینید اعتقاد کنید، میگین این دست و پا داره، دست و پا داشتن، رفتار کردن چیزی نیست که هر آدمی بتونه در وهله اول انجام بده. همه ما هر کس باشیم، مسلمان، غیر مسلمان، فیلسوف، در بیشترین زمان زندگیمونو در یک آگاهی گرگ و میشی میگذرونیم، یعنی رفتارامون بر پایه هنجارهایی که پذیرفته شده است و بر پایه یک سنت انجام میگیره. در نتیجه اون مسلمونی هم که داره انجام میده، باید دید اون هنجار، اون کارهایی که داره میکنه از اسلام میاد. شما نمیتونید اینو از جدا بکنید. نمیگم اسلام باید به اون یکی فقط فروکاست، ولی اینا از هم جدا شدنی نیست. در نهایت در نمودهای مختلفش در طول تاریخ میتونیم به اون سرشت اسلام دست پیدا کنیم. ببینید، هر آدمی که گفتم با همون آگاهی گرگ و میشی، من در چیز کلی میخواد بپایه، میخواد بمونه این و این جاودانگی رو میخواد. هر چیزی که نمن باشه اینو از اون خارج میکنه و وارد زمان میکنه. در نتیجه تمام کوششش اینه که اون نمن رو بخشی از خود من بکنه و اینو گسترش بده. بخشی از نمن که جزء من میشه
کم کم ارزش میشه و اون چیزی که اون ارزش میشه، این ارزش رو چجوری پیدا میکنی؟ یا از آن خود میکنی اون قسمتی که من نیست، یا میشناسیش، این یعنی یه شناخت داریم یا یک مالکیت، درست؟ از اینجا وقتی که هر من گستردگی پیدا میکنه به شما یه لذتی میده که این لذت میره تا میتونه از خود بی خود شدگی باشه که اون فرارفتن از مرگه. خب اینجا دین پیش میاد. دین اولین چیزی که اون پذرفتاره، اون زامنه که به شما این احساسو میده که شما جاودانه میتونید بمونید. خب حالا هر دینی با هم فرق کنه، در نتیجه ما وقتی دینو داریم، دینو که دارین شما یه سیستم بسته است، سیستم بسته به این علتی که جهان شناختنی و فراچنگ آوردنیه، برای اینکه خدا اینو ساخته و شما میتونین بشناسینش. این سیستم بسته است. سیستم آزاد، سیستم گشاده، سیستمیه که جهانو شما میدونید یک بار برای همیشه، نه فراچنگ آوردنیه و نه شناختنیه، درست؟ از اینجا این یه سیستم بازه. حالا اسلام دو موقعیت داره. اسلام در کشورهای مسلمان، همونجور که گفتین، اسلام در کشور مسلمونا در کشورهای غربی، اسلام همچون سیستم بسته رویارو شد در کشورهای مسلمان با یک سیستم باز، با یک سیستم یا دستگاه گشاده. اینو دچار وقتی که شما منتون کاهش پیدا میکنه، دچار ترس میشین یا میره به طرف وحشت زدگی، تا وحشت زدگی پیش میره. از این واکنش‌های مهمی که واکنش‌هایی که از دل کشورهای اسلامی نسبت به این گشادگی، نسبت به این چیز شد، از این ترس و از این وحشت زدگی میاد. حالا شما اگه از دل سیستم بسته سعی کنید، از دستگاه بسته سعی کنید دستگاه رو آزاد باز کنید، شما یک اسیانگرین. ولی برای کسی که سعی میکنه دستگاه بسته خودش رو به دستگاه باز بقبولونه، یا تبهکار یا دیوونه. تبهکار دست به خشونت میزنه، کاری که مثلا مسلمان‌ها در کشورهای غربی میکنن. بله. اسلامیستا، نه مسلمان. بله. اسلامیستا در کشورهای غربی میکنن. این ایجاد وحشت میکنه. ایجاد وحشت که میکنه، برای آدمایی که اینجا زندگی میکنن، از این وحشت اونها خودشون دچار وحشت زدگی میشن. وقتی که دچار وحشت زدگی میشن، اگر ندونن علت چیه، کاری که همه آدما میکنن، سعی میکنن عامل انسانی پیدا کنن. عامل انسانی پیدا کنن یه مسلمان، یعنی میگن مسلمان مشکلشه. در نتیجه باید اسلامو نقد کرد، باش ستیز و حتی ستیش کرد تا از این مسلمان آزاری جلوگیری. آیا منظور شما اینه که اسلام حراسی در غرب یه چیزه، اسلام حراسی کسانی که در کشورهای اسلامی هستن و ارزش‌های اسلامی رو نمیپذیرن یه چیز دیگه است؟ شما گفتید یعنی که در کشورهای غربی موجه میگن اسلام حراسی بده. هیچ، اصلا موجه نیست. در شکل خیلی کشورهای آنگلوساکسون ما میایم. نه بذارید، این تمایز خیلی مهمه. میخوام ببینم که آیا منظور شما اینه که در اروپا، در غرب، اسلام حراسی ناشی از وحشتیه که بخشی از مسلمان‌ها، یعنی اسلامیست‌ها، ایجاد می‌کنند، اما اسلام حراسی در کشورهایی چون ایران حراس کسانی است که دیدن از دل اسلام چی در میاد؟ یعنی این تمایز رو شما می‌خواید؟ مخرج مشترکی که هر دوی اینایی که در چه جهان اسلامی باشیم و به علت جهان گسترده و ارتباطاتی که داریم، الان اسلام در نمود کنونی خودش یک خطره و حراس انگیزه، چه ما در کشوری مسلمان باشیم چه اینجا باشیم. اینجا رو نمیتونیم چشم بپوشینیم، از این نمیشه چشم پوشید و اینو باید بررسی کرد. اسلام در نمود کنونی خودش از نظر ایشون مایه حراسه، حتی برای مسلمانانی چون امام مسجد پاریس، درست میگم؟ در حال حاضر هم نه، این الان پدرش بوده، خودش کئولوژیان. ببینید نمود کنونی اسلام چیه؟ یه جوری درباره نمود کنونی اسلام حرف میزنیم که انگار یک چیز کاملا انضمامی و عینی بیرونی وجود داره و اون چیز واحد هم هست و اون نمود کنونی اون چیزی که حراسناک، این چیز به اصطلاح واحد وجود نداره. یا دست کم یک دونه از اون نمودهای متعدده. من برمیگردم به اون حاشیه‌ای که آقای جودکی بر حرف من گذاشتن که بین اسلام و مسلمان نمیشه به این راحتی تفکیک قائل شد. من تا یه حدی با ایشون موافقم، تا اون حد با ایشون موافقم که به گمان من به این سادگی نمیشه اندیشه انسان‌ها رو از عملیاتشون تفکیک کرد. خب یعنی اینا دو تا چیز کاملا مستقل متفاوت نیستن، در هم اثر میذارن، ولی به هر تقدیر شما نمیتونید انتزاعیات رو با انضمامیات یکی بگیرید. این نکته اول. در ادامه صحبتشون فرمودم ما اگه بتونیم این پیوندهای اینا رو در طول تاریخ نشون بدیم، میتونیم به سرشت اسلام برسیم. ما به سرشت چیزی نمیتونیم برسیم. این خیلی این در تناقض با همون حرفی که بعد آقای رودکی میفرمایند که ما به یه سیستم بسته قائلیم.
تمام کسانی که در عالم فکر میکنن هر چیزی یه سرشتی داره و اون سرش برای ما قابل کشف، فرق نمیکنه اسلام باشه، مسیحیت باشه، نظام هستی باشه، راز عالم باشه، نهایتا سیستم ذهنشون بسته است. یعنی میگه که من میتوانم، من این معرفت رو دارم، من مسلطم بر سرشت و گوهر اون چیزی که انتزاعیه. و این خیلی سخن خطرناکی است. ما میگیم این نظام فکری مسلمانی بسته است، اسلام سیستم بسته است و اگه کسی با ذهن باز بهش نگاه کنه به مشکل میخوره. سوال من اینه، آیا امکان دارد، این با تکیه بر تاریخ میگیم، همون چیزی که آقای جودکی میگن که اگه به نمود تاریخیش نگاه کنیم این اسلام و مسلمان رو نمیتونیم بین راحت تفکیک کنیم، آیا امکان دارد در طول تاریخ کسی بیاد در این به اصطلاح بدیهیات عقاید و باورهای اسلامی شک بکند و من و شما همچنان بتوانیم از موضع عقلی بیرونی او رو مسلمان بدانیم؟ خب بذارید ببینیم جوابشون چیه. حقیقتش اینه که شما وقتی این لیوان هم دارید نگاه میکنید یه نمود نداره، در از زاویه‌های مختلف که نگاه کنید نمودهای گوناگون داره و شما چیزی که میگید اون فرق بین متافیزیکه و من دارم از دید فیلم. نه نه صحبت متافیزیک. چرا شما گفتین سرشت نداره؟ شما گفتین هیچ چیز سرشت نداره. من نگفتم گفتین اگه سرشت نداره. نه گفتین اگه سرشت داره. اصل من اینه که معرفت انسانی، اگر شما اعتقاد داشته باشی معرفت انسانی کمال دارد، یعنی شما میتوانید معرفت کامل و هر چیزی پیدا کنید، معرفت شما ظنی نیست. خب من این شما به سرشت یه چیزی خب نگفتم که من گفتم که سرشت یک چیزو در نمودهای گوناگونش پیدا می‌کنه. آیا منظور شما اینه که بذارید اونی که میگه پیدا می‌کنید ظنیه؟ ببینیم متافیزیک. بله خب اجازه بدید آقای محمد اون چیزی که شما میگین متافیزیکه، یعنی من میگم که متافیزیک بر پایه اینه که یک چیز، یک ابژه به عنوان اصلان اتان چیزی که هست قابل شناخته، ولی من اون میگم که از نظر فنومنولوژی شما نمیتونید نمود یک چیزی رو از نگاه، چگونگی نگاه کردن به اون و از شرایط فنومنالیتش، یعنی از شرایط پدیدش جدا کرد. و اینا موافقم نه این چیزه، این یه بحث فلسفی دقیق نمیشه گفت که شما این متافیزیکی، نه اینجوری ما میتونیم یه سرشته چیزی رو پیدا کنیم. این چیزی که بله اجازه بدید برگرد آقای جودگی، اجازه بدید برگردیم به بخش اول صحبت های شما که گفتید نه فقط اسلام بلکه دین یک سیستم بسته است. بله. بر این مبنا شما نه فقط اسلام هراس بلکه دین هراس هستید. اینجا اگه بگیم ببینید فرانسوی مسئله دارم میگن بله. توی سیاهی همه گاوا سیاه، توی شب همه گاوا سیاه میشن. نه اینجوری نیست. بعد شما میتونید هر دینی رو نسبت به چگونگی پیوندی که انسان با خدا داره، خب ارزش کلام خدا در اون سیستم حساب کنید. نسبت به بعضی از ادیان بیشتر هراس دارید. میشه این دقیقه، یعنی همون اسلام. اگر شما در دوران انگیزیسیون اروپایی بودید به مراتب بیشتر نسبت به مسیحیت هراس داشتید، درسته؟ این درست هست یا نه؟ نه، برای اینکه این سوال، برای اینکه خیلی چیزایی که از نقدی که از توی خود به مسیحیت هم شده پایگاه‌هایی توی مسیحیت داشته، اینو باید در نظر گرفت. من میگم که بحث ما الان چون اسلام هراسی، من فقط اینو به گوشه میگم. بله ولی شما خودتون بله. بخیر راجع به ادیان صحبت میکنید، بله قابل مقایسه است. بله من فقط چیزی به گوشه میگم، میگم که اسلام میتونیم در یک روند همون فنومنولوژیک نشون بدیم که اسلام سرشتش سیاسیه، یعنی از این جدا نیست. خب اینجا همینجا نگه، ایشون بیش از ادیان دیگه از اسلام هراس داره برای اینکه معتقد سرشت اسلام سیاسیه. خب ببینید من میتونم بگم اسلام سرشتش سیاسیه، اسلام سرشتش اجتماعیه، ولی بالاخره همونجوری که خودتون میگن یه نمود تاریخی داره، یه پیکره عظیمی از پژوهش علمی وجود داره، آدمای مختلف نوشتن. من مثال برای شما میذارم، مثال خیلی برجسته‌اش آقای استاد محمد علی امیر موعظیه که به شما میگه اصلا اسلام سرش سیاسی نداشته، شناس اروپایی بله. حال حاضر بله اصلا اسلام سرش سیاسی نداشته. یا علی عبدالرازق که میاد استاد علوم سیاسی مصری که بله. کتاب اسلام و اصول حکم رو نوشت، ادعای اصلیش بود که اصلا اسلام سرش سیاسی نداره. اینی که محمد ابن عبدالله اومد تصادفا حکومت رو به دست حکومتی کرد در مدینه کاملا عرضی بود و بعد هاست که بعد از روی حتی بعد دوره خلفای راشدین هم اتفاق نمیفته، در دوره اموی تبدیل میشه به یه نظام سیاسی، بعد اسلام به اون معنایی که اینا ازش استفاده میکنن ساخته میشه. اینا با هم تفاوت دارن، ولی من هنوز صحبت اصلی من پاورجاست که این نظام بسته و باز. ببینید ما در طول تاریخ مسلمانی
فیلسوفان مختلف داشتیم، متکلمان مختلف داشتیم، شاعران مختلف داشتیم، صوفیان مختلف داشتیم و اینها به درجات مختلف نظام فکریشون باز و گشوده بوده. حالا من به شما بگم ابن سینا، بگم فارابی، بگم حافظ، سعدی، حلاج، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، ناصر خسرو، اینا کسانی بودند که به روایت آقای جودکی در داخل مسلمانی اینا رو مسلمان‌ها چیکار می‌کردن؟ آزار می‌دادن. ولی الان خودشون رو مسلمان می‌دونستن. ما بله. حق داریم بگیم شما که شمای ناصر خسرو که فکر می‌کنید در مسلمانی شما خردگر، حالا فرض کنیم یه لحظه قبول کنیم که ایشون بله. تفکر باز داره. من حق دارم به ناصر خسرو بگم شما بی خود می‌کنی مسلمانی. از بله. نظر من مسلمانی سیستم بسته. شما که خواستی بازش کنی شما از مسلمانی عبور که اصلا بله. مسلمان نیستی. بله. ولی آقای محمدپور، آقای محمدپور الان اونهایی که از اسلام هراس دارن زندگیشون تحت تاثیر ناصر خسرو نیست. درست. چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در ایران، در افغانستان زندگی اونها تحت تاثیر کسانی چون آیت الله خامنه ای، ملا هبت الله و در اروپا اسلام هم. خب اونا اسلامن؟ اونی که زندگیشون رو، یعنی شما اگر اسلام رو به اینها، اگر یک اسلام هراس باشی و بگی که من این نمود رو از اسلام میبینم و بر این اساس وحشت دارم، خب اشکال نداره، من موافقم. خب. شما اگر شما میگید که اسلام یعنی همین آقای خامنه ای، اسلام یعنی همون مثلا رئیس طالبان، اسلام یعنی این خلیفه جعلی بغدادی، خب اشکال نداره. اصلا من هر آدم خب. عاقل باشه بتوانم. بسیار خب. در این صورت آیا رویکرد بهتر این نیست که به این شخص بگید که من باهات موافقم، اسلام میتونه هراسناک باشه، اما اسلامی که میتونه هراسناک باشه شما باید چهره دیگه‌اش رو هم ببینی، یعنی هراست رو میفهمم اما چهره دیگه اسلام رو هم ببینی. ببینید اگه مثال عوض کنیم موضوع روشن میشه. اینه که درک یک چیزی، فهم یک چیزی کمک نمیکنه به شما در الان به شما میگم چرا مسئله سیاسیه. ببینید ما در دوره مدرن نظام‌های دموکراتیک داشتیم، نظام‌های سکولار داشتیم. خب به نظر شما آیا درست است یک کسی به ما بگه که آقا ببینید در نظام سکولار ما نازیسم هیتلری ازش در اومده، خب یا فاشیسم اروپایی ازش در اومده که واقعا در چارچوب نظام سکولار دموکراتیک در اومده بله. و دنبال بحث دموکراسی بوده، یا اصلا این مال قدیمی تره تو دوره معاصر ما چیزی داریم به اسم امپریالیسم آمریکایی. من نمیخوام با زبان چپ انتقادی تون حتی بهش بگم، میخوام به شما بگم که در دوره حکومت یه رهبر دموکرات مثل آقای اوباما پایه‌گذاری حملات با پهپاد که اصلا احتیاج پیش از این احتیاج به مجوز کنگره داشته، یه رئیس جمهوری میاد حکم اجرایی صادر میکنه، یه کسی میره توی صحرای نوادا، یه خانمی میره دوششو میگیره، لیوان قهوهشو میگیره دستش، یه دکمه فشار میده، یهو هزار نفر آدم کشته، پس 30 نفر آدم کشته میشن، نصفشون هم غیر نظامی ان و شما تا بخوای تحقیق و پژوهش کنی درباره این اصلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. اینجا آیا من و شما حق داریم بگیم دموکراسی هراسناکه؟ سکولاریسم هراسناکه؟ بله. آیا پهباد؟ شما نمیتونید بگین که ببینید مسیحیت هم که داریم میگیم مسیحیت رو نمیتونید از تاریخ 2000 سالش جدا کنیم، نمیتونیم. یعنی توی همون جزء اون نموداش باید بررسی بشه. در نش اسلام هم نمیتونیم بگیم اینم جزء شما پس شامل این میشه دیگه. یعنی پس ما حق داریم موقعی که درباره نازیسم و درباره سکولاریسم و دموکراسی این همون قاعده که درباره اسلام کار میبریم به کار ببریم. ببینید مثلا دموکراسی هم یک نمودیه که باید بررسی دموکراسی خیلی خوب. ولی شما دارین یه چیز رو با هم قاطی میکنید. فکر میکنم که مثلا اینکه میگین این مسلمان نیست، من فکر میکنم خمینی در هر صورت زاده و بالیده و گواریده اسلام بیشتره تا من، در اینکه حرف اون راجع به اسلام صحیحی داره. آخه اسلام که فقط آقای خمینی در همون ایران، در همون زمانی که آقای خمینی زندگی میکنه بله. اصلا بله. شاگرد آقای خمینی آقای مهدی حائری یزدیه بله. که میاد رساله می نویسه، اصلا معنا اصلا ولایت فقیه مغالطه محضه. یعنی شما میتونید خب آقای خمینی نزدیکتر به اسلام یا آقای حائری؟ من نمیتونم بگم خمینی مسلمان نیست، نمیتونم. درسته، همین من نمیتونم اینو بگم. پس این یکی از نمود مسلمان. بله اجازه بدید به جای بحث راجع به سرشت اسلام که در جاهای دیگه شده به موضوع برنامه برگردیم. شما چیکار میکنی که اسلام هراسید به مسلمان هراسی نینجامه؟ اینو ما بگو که چون خودتون گفتید دیگه مسلمان ها از نظر شما قربانی اسلام هستن، مسیحیت رو ریختن پایین. خب شالوده مسیحیت رو ریختن پایین، از پوستشو کندن، ولی باعث نشده که مسیحا رو بکشن اینجا. البته مسیحا بیشتر هم دیگر میکشتن، ولی خب این ما نمونه تاریخی داریم. شما وقتی میگین اسلام هراسی به مسلمان آزاری می انجامد،
میتواند بیان منم گفتم میتواند بیانجامد به دلیل تا که اگه به اسلام نپردازیم اگه اسلامو نقد نکنیم پس اون راهی که شما دارید اسلام باید نقد کرد ریخت پایین متجسم تمهیدی که شما دارید برای اینکه مسلمان ها آزار نبینن اینی که اسلام حراس باشید یعنی اسلام رو البته به معنی که شما میپندارید یعنی اسلام رو مورد نقد رادیکال انجام این به در واقع نجات مسلمان ها می انجامه برای که مهمترین قربانی اسلام خود مسلمان ها اینو هیچ وقت فراموش نکنید آیا چیزی که به مسلمان ها داره آزار میرسونه الان اسلامه یا مثلا استبداده اگه یه کسی بیاد بگه که مسئله اسلام نیست اون چه که مسلمان ها ازش آزار میبینن یک پدیده دیگه که استبداده و استبداد این... اسلامیه شما نمیتونید بگید استبداد ما بعد میتونیم استبدادهای مختلف داشته باشیم یعنی شما اگر تلفاریسم اسلامی داریم یعنی نمیتونید وجود داشته اگر بخواید صفتی به استبداد در ایران بدید اولین صفت اسلامی بوده باشه درسته چنین چیزی میشه گفت ببینید این از ابتدای قرن 20 علل خصوص زمانی که ماکس وبر اومد اصطلاح استبداد شرقی رو به کار برد تا امروز که نزدیک بیش از 120 سال گذشته از زمانی که وبر این اصطلاح رو به کار برده بارها در ادبیات جامعه شناسی و علوم سیاسی نقد شده و چوب خورده و اینی که شما بگی آقا ما یه چیزی داریم استبدادی داریم که میتواند سرشت شرقی یا اسلامی داشته باشه اصلا بنیانش غلط در نتیجه اینی که بگی ما استبداد اسلامی میتونید بگید دلیل اینکه بنیانش غلطه چی از به خاطر اینکه کسانی که نقد کردن در واقع در چارچوب نقد اورینتالیسم بود به خاطر اینکه پیش از این نگاه شرق شناسانه اروپا محور یه دیگری برای خودش ساخته بود خودش خود مدرن خردگرای خود بنیادی بود که تمام خوبیای عالم درش جمع بود و دیگری که البته از اون زاویه‌ای که وبر بهش نگاه می‌کرد شرقی بود که شامل مسلمان‌ها هم می‌شد شرقی بود که هیچ وقت نمی‌تونست فناوری داشته باشه عقلانیت داشته باشه هیچ وقت نمی‌تونست از خرافه و از دین جدا بشه در نتیجه تمام بدی‌ها تمام توحش‌ها تمام عقب ماندگی‌ها در او خلاصه بود تمام خوبی‌ها در ما خلاصه بود حتی یه قدم که برگردیم عقب می‌بینیم در نگاه متفکری مثل کانت که پدر روشنگریه به صراحت به شما میگه که اونی که آفریقایی اصلا سابجکت تفکر نیست اصلا توان تفکر نداره این کاملا برآمده از یه نگاه اروپا محور اورینتالیست بود ما از بحثمون نمیخوام دور بشیم ولی اتفاقا به جای آقای محمدپور اتفاقا داره بله اتفاقا به جای خوبی کشوندید بحث اورینتالیسم یا شرق شناسی ما در بحث اسلام حراسی دو جور اورینتالیسم داریم این دو جور وقتی بروز کرد که در سال 2015 حزب کارگر اومد گفت که ما میخواییم اسلام حراسی رو یک جنایت aggravated crime شاید بشه گفت یک جنایت خطیر بپنداریم حزب کارگر یک حزب چپه و در مقابل این حزب چپ یک نهادی در بریتانیا به اسم جامعه سکولارهای بریتانیا اومد گفت که چیکار دارین میکنین؟ این هم یه نوع شرق شناسی وارون است درست شما دارین میگین که ما نمیتونیم آموزهای اسلامی رو نقد کنیم چرا چون این مسلمان‌ها رو ناراحت میکنه و بعد این رو تبدیل میکنید به یک جنایت خطرناک اینم یه نوع شرق شناسیه یعنی مسلمان‌ها نباید منتقد بود و همزمان مسلمان‌ها داشتن سعی میکردن نمایش یه فیلم رو در اون زمان ممنوع کنن همینجوری که چند ماه پیش این کارو کردن مسلمان‌ها در کشورهای غربی اومدن نمایش یه فیلمی که منتقدان دستندرکاران فیلم میگفتن نه هیچ اهانتی به مسلمان ها نکرده اومدن مانع شدن با تهدید به آتش زدن سینماها خب اگر یک کسی در اینجا بیاد بگه پس من هراس دارم شما به چی آره ببینید من که با شما موافقم یعنی من فکر می کنم که اینی که یه عده آدم برن بگن آقا فلان فیلم نباید نمایش داده بشه بلاهت محض خب اصلا حماقت ولی اشکال چیز گزاره شما اینه میگید مسلمان ها رفتن چنین کردن آقا یه میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره اونا رو موقعی که شما جمع بزنید خیلی عدد رو حساب کنید ممکنه به 50,000 نفر هم نرسه ممکنه 1,000 نفر هم نشه که رفتن یه کاری انجام دادن یا عده‌ای رفتن این کار آقا در همه جای دنیا این کار خب، انجام اگر چی میمونه متجسم شما ادعا کنید که آقا مسیحیت کاتولیک اصلا سرشتش خشونت آمیزه چون مبارزان ایرلندی تا همین 20 سال پیش در همین شهر لندن بمب منفجر میکردن یعنی ما اگه نریم
کاتولیسیسم ایرلندی‌ها رو نقد کنیم، اینا همچنان این کار رو انجام میدن، در حالی که همه میدونن ریشه مسئله سیاسی بود و اونا همچنان کاتولیکن، اینا همچنان پروتستانن، دنیا به آخر نمیرسه. آیا فکر نمی‌کنید به دلیل حراسی که بسیاری از مسیحیان لیبرال منتقد نسبت به مسیحیت داشتن، مسیحیت این مسیر رو طی کرد که الان مانع نمایش فیلمی در مورد مثلا عیسی مسیح نشه؟ فکر نمی‌کنید یک فاکتوری مسیحیت حراسی؟ چرا این به اصطلاح رفرماسیون در مسیحیت رخ میده؟ ما درباره مسیحیت حرف میزنیم که خودش رو صاحب و واجد حق حکومت کردن، قدرت سیاسی مشروع رو انحصاری برای خودش میدونه. اینجا نقد شد به خاطر اینکه اینجا بود که کلیسا از دولت جدا شد. آقای جودکی درست میگن که مسیحیت نقد شده، ولی ایشون میگن که مسیحیت فرو نه، آقا مسیحیت فرو نپاشید. نگفتم گفتم شالوده‌هاش رو ریختم. نه شالوده‌هاش سر جاشه. نه شالوده‌هاش انتقاد کردم. من که نگی خرابش کردم. سیاسی فرو پاشیده. دندون قدرت سیاسی چه کشیدن، گفتن آقا شما به همون اندازه حق حضور در قدرت سیاسی داری که من دارم. شما به صرف این که مسیحی هستی هیچ امتیاز و حق ویژه‌ای برای حکومت کردن به همه صادره مسلمان. آقای محمدپور به این ترتیب میشه گفت که شما معتقدی میتوان اسلام سیاسی حراس بود؟ من همچنان با کلمه اسلامش مخالفتم. شما میتوانید از هر انسانی که اعتقاد داشته باشه، من به صرف تفاوتم با شما، حالا سفیدم، سیاهم، مسلمونم، مسیحیم، یهودیم، یه امتیاز ویژه‌ای دارم که باید بر شما حکومت کنم. شما مکلفی با این مقابله کنی. بله. مکلف به هیچ استثنایی هم نداره. اشکال نقدی که من وارد میکنم اینه که شما استثنا میکنید اینو. زمانی که این استثنا کردی، زمانی که شما یه ابجکتی درست کردی، یه شیئی درست کردی به اسم اسلام، تمام بدی‌ها و شرور رو درش دیدی، گفتی ببین با این یکی باید یه جور خاصی رفتار کنی. بله. ببینین اسلاموفوبیا یک لولو خورخوره‌ایه که درست کردن که جلوی نقد اسلامو بگیرن. این یه چیز خیلی، یا به قول سلمان رشدی میخوان کورا رو کورتر نگه دارن و جلوی بحثو میگیرن. از یه ریشه‌های آنگلوساکسون داره، میخوان که روا بدارن چیز ناروا رو، چون در جامعه، چون که این از توی یک مینوقیته، از وجود اقلیتی میاد. اسلام هر دینی ساختار دین اینه که میخواد تمام جامعه رو تحت نفوذ خودش بیاره. هر دینی در یک جامعه های مختلف، هر جامعه شکل های مختلفی دارید، چه جوری جلوی اینو میگیرن یک بحث دیگه است. آیا دموکراسی سلطنت هم همین کارو میخوان بکنن؟ خب ببینید، من حرفم اجازه بدید من حرفم تمام بشه و اینو میخوان جلوشو بگیرن و این از امکاناتی که استفاده میکنن تا جلوی اینو بگیرن، تاریخ یک جامعه رو میسازه. شما اون مثالی که میزنید، منم میگم کسی که بکوشه اسلامو از درون سیستم وسر آزاد کنه، یک اسیانگره، میتونه مسلمان باشه، میتونه مسلمان باشه، یعنی بتونه یک امکاناتی از توی اسلام در بیاره با واسطه هیچ چیزا اینو بس بده و اینو باید بس بده. ولی شما نمیتونید بگی اون دیگه مسلمان نیست. و اگه کسی که میگه اسلام اینه که من میخوام همه شما رو بکشم، این اسلاموفوب سرش ببرم، این فقط یه آدمه. نه، اون آدمه دستش که شما میگین خیلی دوست دارین، تنومندیش، تنمندیش، تنش تا وقتی بخواد به اندیویدیو، به شخص برسه، یک سری کارا باید بشه، از اون آگاهی گرگومیشی که گفتم بیاد بیرون، تازه دستش دست بشه. ولی اون دستش دست اسلامه. بعد اون طرف مسیحی که در مثلا نروژ میره با این عقاید و نونازیستیش، میره در یک کشور دموکراتیکی ادعا آدمو میره میکشه، به رگبار میبنده، اون همین پروسه رو تعیین نکرده. من گفتم که اون تفکر رو تعیین نکرده. اجازه بدین گفتم که یه دستگاه دستگاه باز میشه. شما اگه در دل یک دستگاه باز بخواید تفکر دستگاه بسته خودتون رو به اون بقبولونین، یا دیوونه اید یا تبهکارید. ایشون هم تبهکار بوده هم دیوونه بوده، اینم هست. هم این راضی به اسلامیست هم هست، من قبول دارم. خب پس استثناء نداره. خب تا اینجا موافقیم. شما یه چیزی میگید اسلاموفوبیا رو یا اسلام حراسی رو تبدیل کردن به یه لولو خورخوره که کسی دست به اسلام نزنه. عین این سخن درباره حکومت اسرائیل صادق شده و یه چیزی به اسم آنتیسمیتیسم و یهود حراسی درست کردن که کسی دست به ترکیب تمام کارهایی که اسرائیل داره میکنه و صد خورده قطعنامه از سازمان ملل علیه صادر شده، کسی دست به چون به معنی که شما میگید حقوق اسرائیل صهیونیست‌ها چنین کردن، میگن آقا این به یهود ستیزیه. نمونه صادقش در همین بریتانیاست. آقای جریمی کوربین اصلا کاری به یهودیا نداشت، به نژاد مردم کار نداشت. به محضی که شما گفت آقا شما رفتید فلان جا شهرک سازی کردید، نقض فلان قطعنامه سازمان ملل، گفت آقا یهود ستیزی کرد. این همون لولو خورخوره است. یه محقق
غربی به نام رابرت ریچاردسون در یه سمپوزیومی که اصلا عنوانش اسلام حراسی بود میگه که یک مشکل فوق‌العاده جدی وجود داره در این عبارت اسلام حراسی. این مشکل هم این است که این در غرب درست شد برای بیان ذهنیت کسانی که میخواستن مسلمان‌ها رو عقب مانده جلوه بدن یا بنیادگرا جلوه بدن یا بسته جلوه بدن به گفته ایشون. اما ایشون میگه که در جوامع اسلامی اما وضعیت متفاوته. شما نمیتونید این عنوان اسلام حراسی رو بیارید بندازید روی تمام حراس‌ها از اسلام. یک مثلا حزب نجات پرست در بریتانیا ممکنه اسلام حراس باشه به این معنا که مسلمان حراسه، ولی به گفته این آقای رابین ریچاردسون در این سیمپوزیوم که خودش پژوهشگر این قضیه است میگه که اما شما برید در پاکستان، برید در بنگلادش، کسی رو پیدا کنید که بگه من حراس دارم از اسلام به دلیل اینکه برادرم رو سر بریدن. چرا سر بریدن؟ برای اینکه در یه وبسایتی یادداشت انتقادی نسبت به اسلام گذاشته بود. میگه اون حراس فرق داره با حراس کسی که در غرب مسلمانه. پس اسلام حراسی میتونه ایجاد سردرگمی بکنه. پس منع اسلام حراسی به این شکل میتونه مسئله ساز باشه. ببینید در کشورهای مسلمان، حالا که گفتید جنسش فرق میکنه، ما در پاکستان و در مثلا ایران و در کشورهای شمال آفریقا مسلمان هایی داشتیم اسماتی که شناخته شدن، از نصر محمد ابوزید بگیرید تا محمد ارکون بگیرید تا کی بودید متفکر پاکستانی که طرفدار مدرنیته بود، فضل الرحمن بگیرید تا مثلا آقای احمد قابل مثلا یا آقای منتظری در ایران. خب اینها نقد میکردن خیلی از موازین رو، ولی هیچ کس نیومد مثلا به آقای قابل بگی که شما که اعتقاد داری مثلا زنها میتونن حجاب نداشته باشن شما اسلام حراسید. میدونی؟ ولی اگه شما بگید آقا جان ببینید برای این که ما در این نظام عالم به عدالت، آزادی، مساوات، حقوق برابر برسیم باید ریشه این اسلام کند، به خاطر اینکه یه چیزی وجود داره به اسم الله و این الله اصلا این چیز خطرناکیه. یه چیزی وجود داره به اسم قرآن که شما موقعی که میخونید اصلا انگار مسخ میشید. شما موقعی که قرآن رو باز میکنید اصلا همینجوری مثل ربات حرکت میکنید برید آدما رو بکشید. بعد سوال ما از شما اینه که میلیون ها آدمی که صبح تا شب دارن لا اله الا الله الله اکبر میگن چرا نه خودشون رو منفجر میکنن چرا بقیه رو متوجه؟ خب حرف آقای معاتور، یکی از معانی حرف شما این است که یک مسلمانی که خودش منتقد احکام اسلامی هر رو اسلامی هست رو نمیشه اسلام حراس نامید. اما اگر یه آتئیست عین همین کارو بیاد بکنه میشه اسلام حراس نامید؟ نخیر، اون یه آتئیست هم میتونه حرف بزنه با همون مبنایی که این داره میگه، نمیتونه این کار انجام بده. صحبت بحث معرفت شناختی نیست، یعنی وزن معرفت شناختی حرف آقای فضل الرحمن یا محمد ارکون یا نصر احمد ابوزید با وزن معرفت شناختی اون آتئیستی که همون حرفا رو میزنه یکیه. شما حرکت سیاسی شما هیچ کدوم از این دو رو اسلام حراس نمینامید؟ نه خیر، مطلقاً. اصلا اسلام حراسی معنی نداره اینجا. پس شما ولی چیزی ما به اسم اسلام حراسی داریم که سمت و سوی سیاسی داره. به من میگی که تو به صرف اینی که خودت رو مسلمان میدانی از یه سری حقوقی در این جامعه محروم خواهی بود. تو حق نداری مثلا بری پارلمان. تو حق نداری یه شیوه خاص زندگی رو انتخاب کنی. من دارم میگم آقا من هست. جان چنین چیزی هست؟ بعد پیش میاد. آره. نه، آیا شما در این جامعه ای که مثلا شما شهردار این شهر مسلمونه؟ این شما در لندن دارید حرف میزنید. لندن خیلی فرق میکنه. بریتانیا شما خودتون فرمودید که این آنگلو ساکسونای اشکال اینجوری دارن که از اون ور ملایمت دارن نشون میدن که به نظر من این محل نقده، چون به خاطر اینکه یه سری از انتقادهای بسیار شدید و تندی که علیه دین و اسلام انجام میشه در همین بریتانیا انجام میشه. نه ضرورتاً در فرانسه. منتها در فرانسه به خاطر این سمت سوی سیاسی که پیدا میکنه به قول محمد ارکون به این میگن خودکامگی یا استبداد عقل عصر روشنگری که دیگری رو که مثل خودش فکر نمیکنه وحشی میدونه. بله، اجازه بدید ببینیم جوابشون چیه. در جاهایشون فرانسه به خاطر نوع لایسیتشون استعداد بیشتری برای اسلام حراسی هست به این معنایی که ایشون میگن. بله، یعنی تبعیض علیه مسلمان ها. ببینید شما اگه بگید که
پایه رو بر این بذارین. شما مثلا سلمان رشدی برای اینکه یه آدمی که داره آفرینش میکنه بر پایه یک تردیسیون، یک سنت اسلامی، پس این اسلام هراس میشه. کسی که کاریکاتور یا کف بلاسفم میشه چون برای اینکه احساسات یک مسلمان رو جریه داره کرده، این میشه به مسلمان آزاری. نه، اینا جزء بخشی از اون همون به چالش کشیدن و نقد اسلامه. شما جلوی اینو بگیرید، دارین اولا که از آزادی مذهبی که یک حقه، آزادی مذهبی یک حق ویژه برای یک مذهب قائل میشین. این خطرناکه. این حرفی که ایشون میزنه رو قبول دارید که در جاهایی که اسلام ستیزی رواست در کشور مثلا فرانسه تا حدی هست دیگه، یعنی شما میتونید مثلا مانع بشی از حجاب دختران در یه جاهای، در چنین جاهاییشون میگه اسلام هراسی میتونه به مسلمان هراسی بیانجامه. فکر نمی کنم ما چیزی که گذروندن توی فرانسه که از روسری پوشیدن در مدرسه جلوگیری کنن مسلمان آزاریه. این بر پایه یک قوانینی، بر پایه یک دست چیزی از لایسیته میاد. شما اون وقت ببینید اولین بار توی یک شهر کوچیکی سه تا دختر توی دبیرستان گفتن ما حجاب اون رو ور نمیداریم، حتی اگه بکشینمون ور نمیدارین، و این باعث شد که مدیر اون مدرسه گفت که اینا رو اخراج میکنیم. آغاز تمام بحث وال یا بحث روسری اسلامی از اونجا شروع شد. خب. و این یک به چالش کشیدن جامعه بود تا بپذیرن یه سری چیزا رو. در واقع تقصیر اون دختران بود که گفتن اون دختران بعدش اون دختر منظور شما اینه دیگه. نه، تقصیر اون دختر چی بود؟ اخوان المسلمین که خودشون خیلی مسلمان هستن میگن که جامعه که توش هستین کی مسلمونه؟ اخوان المسلمین. خب اون دیگه اسمش معلومه دیگه. اون میگه که جامعه که توش هستین رو از تو از ژرفا دگرگون کنید، قوانین اسلامی رو کم کم به عنوان قوانین پایج قرار بدید. این کاری که اون کرد میشه شدنی آخه این چیزی که شما میگید؟ کوششی که دارم میکنم. من یکی از استادای خیلی مهمی که تو زندگیم داشتم آقای ژان میشو بود که مسلمان بود، یکی از بهترین پروفسورایی بود که من داشتم توی ایشون. خودش وقتی توی چیزا با مسلمونا میرفت مسجد حرف زد، میگفت مناره هاتونو خیلی بالا نسازین، نصفه بسازین بعدن کاملش میکنین، بعدن کاملش رو تعریف می‌کنه. یعنی یک سیاسی هم اینجا هست. برگردیم به اون مثال که خودتون زدید، اون سه تا دختری که می‌خواستن حجاب داشته باشن، از نظر شما اینها داشتن به این آموزه اخوان المسلمین بله. جامعه بله. که از درون جامعه فرانسه رو ما تغییر بدیم، اینها خواستن آزادی شخصی خودشون داشته باشن. همینجا شما میگید، همین حرفی که شما می‌زنید آدرسه، همین مثالی که شما می‌زنید دقیقاً نشون نمیده که اسلام هراسی به مسلمان هراسی می‌انجامه. شما اون سه تا دختر رو ازشون هراس دارید. من از چیزی هراس دارم که قوانین اسلام خودشو جا بندازه. این هراس انگیزه. ببینید شما میگید این من چرا از اون صدا اخراج اجازه بدید آقای محمدپور ببینید یه لحظه اجازه بدین. شما مثلا میگن که تمام اصلا بحث مهم فلسفی این بوده که شما بتونین از روشنگری و اندیشیدن بر پایه خود به وسیله خود جرأت داشته باش بیاندیش. درست؟ ولی شما الان رسیدین میگه دختری که روسا این همه فمینیستایی که مبارزه میکردن که نشون بدن که مردسالاری باعث شده ما اینجوری فکر کنیم، بحث که میاد میگن که دختری که حجاب گذاشتن سرشون، میگه این گزینش خود اینا بوده. چجور برای اینا شد گزینش؟ یعنی اینا به اون درجه آگاهی رسیده بودن که این گزینشو بدن؟ از کجا میدونی نرسیده بودن؟ شما که آیا فکر نمیکنید این فلسفه شما به اینجا میکشونتتون که مسلمان ها رو صغیر بپندارید و دولتی مثل دولت فرانسه رو اجازه بهش بدید که در مورد مسلمان‌ها قوانین بگذرونه که بخشی از آزادی‌های شخصیشون رو بگیره از اونها، بدون اینکه به آگاهی نرسیدن؟ نه، این اصلا این حرفی که شما می‌زنید از پایه نادرسته. از پایه نادرسته. یعنی یه سری چیزا رو می‌گیریم به یه جای دیگه می‌رسیم. به علتی که شما دارین یه سری قوانین هست، به علت شکل ساختار خاص جامعه فرانسه لایسیته و نشون دادن نشانه‌های وابستگی به مذهب. خب. اینو شما نمی‌تونید بگین اینو داره آزادی‌های اونو می‌گیره، چون که توی مدرسه فرانسه مدرسه لایکه. ولی اینکه شما میگین صغیره، این اصلا درست نیست. من میگم این چیزه، ولی اون که بتونه از صغارت خودش بیاد بیرون فقط به واسطه سنجش اسلام پیش میاد. کارهایی که ما میکنیم، اختیاراتی که
انجام میدین گفتن بر پایه‌ی سری هنجارها و یه تردیسیون انجام میشه. اگه بتونین نشون بدین این هنجارتون از کجا داره میاد، اون تفکر انتقادیه و اگر بر من و شما و مسلمانان فرق میکنه. این دختری که میخواد حجاب داشته باشه بگه که من میدونم این هنجار من از کجا میاد، شما کماکان نمیپذید، برای اینکه میدونید در آگاهی گرگمیشی دیگه. شما دیدین دکتر خیلی تو حرف خودش رو نمیپذید. خیلی خیلی اون دختر میتونه هر جا خواست رو سری سرش بذاره، هر جا خواست هر جا. ولی نه ولی نه در مدرسه، در جایی که شما میگید که از ما فهمیدیم از کجا میاد. خب شما میگید اگه ما ریشه اش از دنبالش کنیم از یه جای خاص میاد. فرض کنید من به شما میگم علت این که این دختر داره روسری سرش میکنه با این سلسله حوادث اجتماعی و نمیدونم فرهنگی اینا از یه جایی میاد که اصلا ربطی به اسلام نداره. شما ولی اصرارتون اینه که بگید آقا این به خاطر مسلمونیه که اینو سرش میکنه. من به شما میگم مسلمون نبود که روسری سرش نمیکنه. خیلی ها اصلا اینجوری نیستن. ببین ربطی نداره. ما دارم میگم فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست. چون سوال اصلی اون سوالی که بعد شما باید جواب بدی اینه. پس چرا اون زن مسلمانی که حجاب سرش نمی‌کنه اون کجای کارش میلنگه؟ مسلمون نیست لابد دیگه. شما میگی اگه مسلمون نبود حجاب سرش نمی‌کرد. نه شما ببین چند تا چیز با هم بریم. نه ببین یه مثالی براتون میگم. نه همین اتفاق خیلی مثال خوبیه. شاهدان یهوه خب نه ببین تو اسلام بمونیم. اجازه انتقال خون نمیدن. این همونه دیگه. نه ما تو اسلام بمونیم. تو اسلام بمونیم. داریم من گفتم اسلام که هر چیزی شامل اسلام هم میشه. آقا اجازه بده من این اجازه اینجا من وسط بیام. آقای محمدپور آیا میشه انکار کرد که بسیاری از کسانی که به شکلی به آموزهای اسلامی پایبند هستند، یا حجاب یا نمیدونم نماز خوندن یا روزه گرفتن، اینها واقعا نه بر اساس انتخاب شخصی بلکه بر اساس قرار گرفتن در درون یک سنتی به این کار دست میزنن و این مسئله انسانیه. در واقع همه انسان ها صادقه، کاملا درسته، به خاطر اینکه شما توی فضای سکولار به دنیا میایید، توی فضای مسیحی یهودی از بچگی با اینا رشد میکنید. همه آدما که انتخاب نمیکنن که، همه آدما که تحقیق نمیکنن. بسیار خوب. و در یکی از این سنت ها که شما میگید طبیعی باش بار میایید، مثلا سنگسار جایز شمرده میشه. خب اگر کسی که شاهد سنگسار بیاد بگه که چقدر عجیب، این از کجا میاد، و جواب بشنوه که این در آموزه های اسلامی هست، واکنشش رو غیر طبیعی میپندارید؟ واکنش غیر طبیعی نمیپندارید. اینجاست شما در جواب این میگیم که یه عده مسلمون هستن در یه جای دنیا زندگی میکنن که فکر میکنن این کار درستیه. من با این مخالفم، کما اینکه شما میتونی یه جای دیگه دنیا بری یه عده دیگه مسلمون پیدا کنی که اصلا این کارا رو نمیکنن. و این آدم نمیتونه بگه آقا اینا مسلمونن اونا مسلمون نیستن، یا مسلمون درسته یا به قول آقای جودکی اخوان مسلمون اون خیلی دیگه مسلمونه. آخه این خیلی مسلمون کم نگفتن، خیلی گفتن مسلمونه. خیلی دیگه مسلمون کنید اجازه بدید. فکر میکنید اون کسانی که مسلمان هستن و این کارها رو نمیکنن، یعنی به سنگسار دست نمیزنن و بهش معتقد نیستن، در اثر کلنجار رفتن با آموزهای اسلامی به اینجا رسیدن؟ سنت حالا ببینید انتخاب میکنن. آدم ها در دوره های مختلف میتوانند به شیوه دیگری به اعتقاداتشون جامعه به عمل انتخاب آیا چه مسیحی باشن چه یهودی باشن انتخاب چه مسلمان باشن. درسته، انتخاب میکنن. آیا انتخاب اینها بر اساس مشاهده موارد مختلفی از احکام اسلامی نیست که باعث میشه اینا هراسناک بشن و دست به انتخاب دیگه بزنن؟ نه ضرورتاً. چرا بگیم هراسناک؟ هراس یک احساسیه که از دل مشاهدات در میاد، از دل تجزیه و تحلیل در میاد. بنابراین هراس به خودی خود میتونه نوعی تفکر باشه، یعنی تفکر همراه با حدی از هیجانات. آره، اگه شما میخواید اسم تفکر انتقادی بذارید هراس باشه، اشکال نداره. منظور هراس دقیقاً منظور من اینه که من نمیفهمم که چرا شما به راحتی نمیپذیرید که بله میشه اسلام هراس بود برای اینکه اسلام چنین کاری هم میکنه. اما سوال اینجوری بپرسیم، اسپینوزا یهودیت هراس بود؟ اسپینوزایی که تفکر انتقادی داشت و یهودیان هم اصل خودش اینو تکفیر کردن و داختن از جامعه خودشون بیرون، این می هراسید از یهودیت؟ میگه آقا من به هراست، من به یهودیت که من تو میترسم که میخوای شمشیر بگیری گردن منو ببری. من اصلا چه میدونم این اسلام هست نیست، این خدا هست نیست؟ واقعا نمیدونید؟ معرفت ما اینجوری نیست آخه. تا این حد اون زنی آخه. ببین من در دلم فرض کنید اعتقاد دارم خدایی هست، آخرتی هست. رابطه سنگسار با اسلام زنیه؟ رابطه سنگسار با اسلام اینه خب که یک کسی گمان میکند برای فلان عمل باید چنین مجازاتی به شکل حقوقی بیاد بیرون و گمان قطعی او این است که در هر زمانی در هر جای این صادقه و قابل اجراست. این
پوشیدن لباس یقین بر زنیاته. این همون توهم توهم یقینه، همون چیزی که آقای جودکی بهش میگه نظام بسته. آدمی که تفکر بسته داره اینجوری فکر میکنه. آدمی که تفکر باز داره میگه آقا هزار سال پیش اصلا درست یا غلط، خوب یا بد، آدما این کارا رو میکردن، الان لازم نیست این کارو بکنی. شما هزار سال پیش با شتر میرفتی مسافرت، الان دیگه نمیتونی با شتر بری مسافرت، با عقل جور در نمیاد. آقای جودکی، پیش از پایان برنامه من سوال کنم، شاید در طول برنامه پرسیدم ولی جواب نگرفتم، واقعا شما چی کار میکنید که اسلام حراسیتون که موجه مینامیدش به مسلمان حراسی نینجامه، اون هم در شرایطی که مسلمان هایی که میخوان حجاب داشته باشن در مدارس، مسلمان هایی که میخوان لباس شنای اسلامی پوشن در سواحل رو در واقع در نوعی از ناآگاهی شما بازم داریم بحث حقوقی رو با یه سری بحث ما میگیم که در اسپاس پوبلیک، یعنی در سپهر همگانی، در قوانین فرانسه این اجازه رو به شما نمیده. پس در فضای عمومی باید به شکل دیگران بود، باید به شکل دیگران. این یه چیزی که ببینید، سال 2015 دو تا کانادایی رو میخواستن محاکمه کنن، میخواستن تروریسم یک اقدام تروریستی انجام بدن. اینا خواستن که اینا در دادگاه بسته انجام بشه، برای اینکه ممکنه این دادگاه احساسات اسلام حراسانه رو در جمعیت برانگیزه. خب این برخلاف قوانین حقوقیه، در قوانین جنگ این مثل همین، یعنی این ولی برای اینکه خلاصه کرده خلاصه کلام همین اسپینوزاست که ایشون گفتن. اگه ما تونستیم از جامعه های از دستگاه های بسته بیایم بیرون، برای اینکه کوشش های فکری شده مثل اسپینوزا که اینو این دستگاه رو باز کنند. اگه الان ما میتونیم به اسلام یه چیز یه جور دیگه نگاه کنیم، بر پایه همین کوشش هاست. من این کوشش ها رو میگم. بعد وجود داره دیگه، میگید آدمایی مثل ابن سینا و ناصر خسرو و حلال اینا اسپینوزا. نه نگفتم گفتم اسپینوزا، یعنی اونا خیلی از اون توی سنت خودمون رازی رو داریم که ابو حاتم رازی هم رگش میزنه بالا وقتی اون خیلی جلو میره. بسیار خوب، تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه داریوش محمدپور و آرش جودکی. از اینکه پرگار رو نگاه میکنید یا میشنوید یک دنیا ممنونیم، از اینکه اون رو به دیگران توصیه میکنید فوق‌العاده خوشحالیم. پیام های تشویق از جانب شما به اشکال مختلف ما میرسه، این بهترین انگیزه برای ادامه پرگاره. خیلی ممنون، شب و روز بر همه شما خوش.